سلام، در ویدیو گذشته ما خواندیم درباره یلپ ورب که چطور یلپ ورب در سوال استفاده میشه، در سوال های در جمله های سوالی چطور استفاده میشه و چطور وقتی که در جمله های سوالی استفاده شد چطور او سوال جواب بدیم. این را ما خواندیم. باز هم در جریان امو ویدیو پس امو مثال هاست و حرف ها هم است، اما کم تمرین بیشتر میکنیم تا خوب درست متوجه شویم. یلپ ورب فروگر یا نی فروگر کورتس وار یا نی فروگر او سوال ها است که جواب های او با یا و نی شروع میشه و او را میگیم کورتس وار، یعنی جواب کوتاه. و او سوال ها با چیست؟ سوال ها با یلپ ورب است. یلپ ورب ما خوانده بودیم که چیست و حالت های حاضر و حالش چیست، کن ویل موست فورس که به هور بوکر، این ما خوانده بودیم تماش در ویدیو های گذشته. اگر شما این ویدیو را میبینین میتونین در ویدیو های گذشته بروین و این را ببینین که ما درباره ای چی خواندیم. اکسمپل کن کن دو کمو پو فستن، آیا تو میتونی بیایی در جشن؟ کن یلپ ورب است، وقتی سوال جور میشه یلپ ورب کجا میره؟ در سر جمله میایه. آیا تو میتونی بیایی در جشن؟ اول یلپ ورب، جای دوم از سوبیکت و جای سیوم پس از هوید ورب، یعنی امو ورب اصلی یا مرکزی ما. ویلدوها کفه، میخوایی تو قهوه؟ یعنی آیا تو قهوه میخوایی؟ مستوی بیتالنو، باید پرداخت کنیم ما حاله، یعنی آیا ما باید حال پرداخت کنیم. فورمن رو که هر، آیا کس میتونه اینجا سیگار بکشه، یعنی انسان میتونه اینجا سیگار بکشه، یعنی آیا اجازه دارد که سیگار بکشه اینجا یک کس. سکوی گو پو بیو ایکویل، سکوی گو یعنی میخواییم ما بریم و سینما امشب، یعنی آیا ما خواهیم رفت به سینما امشب. یعنی اینجا سکه چی نشان میده؟ آینده را نشان میده، یعنی آیا ما سینما میریم امشب؟ آینده را نشان میده. به هر ویستو در سوینسکا، لازم داریم ما بخوانیم سویدنی را؟ ضرورت داریم ما سویدنی را بخوانیم؟ یعنی آیا ما ضرورت داریم سویدنی را بخوانیم؟ ای تمام یلپ ورب ها کجا آمده؟ در سر جمله آمده. و اینا کدام حالت های یلپ ورب است؟ حالت های حاضر، حالت های حال. بروکر دو ترین امیکه، عادت داری تو تمرین کنی زیاد؟ یعنی آیا تو عادت داری که زیاد تمرین کنی؟ یعنی آیا تو عادت داری که تمرین زیاد کنی؟ زیاد تمرین کنی؟ یلپ ورب یا اوک نی فروگر، یلپ ورب یعنی فعل کمکی، در او سوال ها است که جواب هایش با چی میشه؟ با یا نی میشه، یعنی بله یا نه خیر. مثال ها است اینجا، کان دو کومو پو فستن، آیا تو میتونی بیایی در جشن؟ یا ده کان یاگ، بله ایره میتونم ما، یعنی ساده بگویم بله ما میتونم. اول یا میایه، بعد از او دت حتما است و بعد که به هر یلپ ورب سوال شده باز او میایه و باز داخل از هر نفر یا درباره هر نفر که سوال شده امو نفر میگذاریم یا نوشته میکنیم، چون که اینجا از دو، از تو سوال شده، پس تو که جواب میتی تو چی میگی؟ یاگ میگی، یعنی بله ما میتونم. نه دی کن یاگ اینت، نه ایره ما نمیتونم، یعنی نه من نمیتونم. اینت کجا آمده؟ ببینید اینت داخل آمده. ویل دو ها کافه، قهوه میخوای؟ آیا قهوه میخوای؟ یا دی ویل یاگ، نه دی ویل یاگ اینت، نه نمیخوام. مست بی بیتال نو، باید مال پرداخت کنیم؟ یا دی مست بی، بله
باید بکنم. بله، ما باید بکنم این کار. نه، ده مست و اینت. نه، باید نکنم. فرمان رو که هر، آیا کس میتونه اینجا سیگار بکشه؟ یا اجازه داره؟ یا، ده فرمان. یا، ده فرمان. بله، کس میتونه اینجا؟ بله، یعنی انسان میتونه اینجا سیگار بکشه. بله، میتونه. یا، ده فرمان. بله، کس میتونه. نه، ده فرمان اینت. نه، کس نمیتونه. Ska vi gå på bio ikväll? Ska vi bara göra en dag skada med sig eller ha hem och rätt på cinema i kväll? Ja, det ska vi. Bale, ha hem rätt. Bale, må ha hem. Nej, det ska vi inte. Nachher, nach ha hem rätt. Behöver vi studera svenska? Zarrat darim ke bukhanem studera. یعنی آیا ما ضرورت داریم که سوینی رو بخوانیم؟ آیا ما لازم داریم؟ آیا ما ای حاجت داریم که سوینی رو بخوانیم؟ یا ده بهور بی؟ بله، ضرورت داریم. نه، ده بهور بی اینت. نه خیر، ضرورت نداریم. ای جواب ها را ما چی میگیم؟ ای تو سوال ها را ما ای تو سوال ها را ما میگیم یا اک نی فروگر. و جواب ها را چی میگیم؟ جواب ها را میگیم کورت سوار. کورت سوار چطور است؟ با یا و نی میشه جای دوم از دیت و باز پس همو یلپ ورب که اونجا استفاده شده بود در سوال همو را میارم اینجا جای سوم میتم و در آخر همو شخص. و اگر منفی جمله بود این تره در آخر میگذارم و نی در جای یا میای نی نه خیر این ته نه. برو کردو ترین میکه. آیا تو عادت داری که زیاد تمرین کنی؟ یا ده بروکر یا بله عادت دارم یعنی بله ما عادت دارم. نه ده بروکر یا انت نه ای عادت ندارم. بازم تمرین میکنم ویر پترر یل پر یا نی فروگر امو سوال ها که جواب هایش با یا نه است و سوال با یل پر شروع میشه او را میگم یل پر یا نی فروگر و سوال جواب ها را چی میگیم؟ کورت سوار. کندو کما پا فستن میتونی در جشن بیایی؟ یا دکن یا بله میتونم. نه دکن یا اینت. ای تمام مثال ها را ما خواندیم در این ویدیو هم و در ویدیو گذشته هم. اول که سوال میکنیم همیشه ورب در سر میره. اگر دو تا ورب باشه دو تا ورب ما نداره که یک ورب فعل کمکی است و دیگر ورب هوید ورب یعنی فعل مرکزی است. پس دو تا ورب اگر در جمله آمد و شما میخواین از جمله سوال جور کنین ورب اول کجا میره؟ در سر میره. و وقت که پس از شما با امو ورب سوال میشه با امو یلپ ورب سوال میشه و شما میخواین که کورت سوار بتن جواب کوتاه بتن با یا شروع میکنین یا با نی شروع میکنین جای دوم از دت جای دوم از دت و پس جای سیوم از که میشه از امو ورب امو یلپ ورب که در سوال استفاده شده و دوره میگذارین و نفر یا شخص یا سوبیکت در آخر میگذارین. و اگر نی بود در سر یعنی جمله منفی بود یعنی جواب منفی بود پس شما چی میکنین در آخر این تا هم میگذارین. پس این مختلف مثال هاست که ما پیشتر خواندم و ترجمه هم کردم. مثلا بروک کردو ترینم میکرد عادت داری؟ آیا تو عادت داری؟ آیا تو عادت داری؟ تمرین کنی زیاد؟ جوابش کورت سوار جواب کوتاه چطور میشه؟ با یا شروع میشه جای دوم از دیت است جای سوم پس از امو یلپ ورب است که در سوال استفاده شده بود و جای آخر امو نفر است که از او سوال شده یا دوباره او سوال شده باشه. یا ده بروکر یا بله ای عادت ما دارم یعنی بله عادت دارم بله ما ای عادت دارم. نه ده بروکر یا اینت نه خیر ما ای عادت ندارم. یا اک نی فروگور از امی خاطر ای سوال گفته میشه ای سوال یا اک نی میگیم چون که جوابش با یا و نی شروع میشه.
و ای با چی شروع شده؟ این سوال ها با یلپ ورب شروع شده، با فعل کمکی شروع شده. خب دوستا، امیدوار هستم که متوجه شده باشین. در ویدیوی گذشته هم درباره همین گپ زدیم. در ویدیوی گذشته می چیزا را یلپ ورب خواندیم، کورس ورب هم خواندیم، سوال هایش هم خواندیم. در ویدیوی گذشته با حالت حاضر هم سوال ها جور کردیم و جواب ها دادیم و با حالت گذشته هم سوال ها جور کردیم و جواب دادیم. اگر شما میخواین او ویدیو را ببینین، میتونین او ویدیو را ببینین. مثلا اونجا بود، اونجا بود که کنده دو کما پو فستن میتونستی تو، یعنی آیا تو میتونستی بیایی در جشن مثلا ایگور دیروز؟ و جوابش می بود که یا دت، چون که اونجا کنده بود، گذشته بود، در جای کن باز یا دت کنده یا بله من میتونستم. و در منفی اگر نمیتونستی باز می گفتی که نه دت کنده یا انت نخیر من نمیتونستم. و اینه همتو ویل اینجا آمده، اما اگر گذشته بود که در ویدیوی گذشته است شما میتونید رو پیدا کنید و ببینید. ویل دو ها کافه، میخواستی تو قهوه؟ یعنی آیا تو قهوه میخواستی؟ اگر جواب بله بود میگفتین که یا دت حتما است. بعد از اونجا میبینید که ویل بود یا ویل بود. ویل در زمان گذشته بود، ما میگیم که یا دت ویل یا بله من میخواستم. اما چون که اینجا ویل است، ویل دو ها کافه، آیا قهوه میخوایی تو؟ یاده ویل یاگ، بله ما میخوام. پس در ویدیوهای آینده بخیر میایم با گرامر بیشتر که در باره چیزهای باشه که برای ما مفید باشه یا ضروری باشه در باره او گپ میزنیم. فعلا براتون وقت خوش میخوایم و خدا حافظ. و اگر متوجه نشده باشین این ویدیو را دو سه بار ببینین، با ویدیوهای دیگه ببینین. اگر متوجه نشدین که هوید ورب چیست یا انفینیتیو چیست، میتونین در ویدیوهای گذشته که درباره ورب و وربس اولیک فرم راست، یعنی حالتهای مختلف ورب است، او ویدیوها را ببینین که بتونه تان کمک کنه تا بتانین ایتو جمله ها را با آسانی جور کنین. باز هم میگم این جمله ها را ما میگم که یاک نیفروگور که با یلپ ورب شروع میشه و جواب هایش چرا یاک نیسته؟ از خاطر که جواب هایش با یاک نی شروع میشه و ایتو جواب ها را میگم کورت سوار. خدا حافظ، وقت خوش.